رفاجو مشالله شادو مشالله حجبا ما سفا. از میانه دهه 20 و پس از وقفه‌ای که جنگ جهانی دوم در کار تولید فیلم در ایران ایجاد کرده بود، سینمای ایران با الهام از سینمای ملودرام هند دست به تولید فیلم زد. فیلم‌های عامه پسند و سطحی که با داستان‌های اغلب از طبقه متوسط شهری و برای همین طبقه ساخته می‌شد. در دهه 30 و 40 این سینما که به فیلم فارسی مشهور شده بود، جریان اصلی سینمای ایران را تشکیل میداد که به گفته هوشنگ کاووسی منتقد فیلم، کلیشه بودن همه عناصر، استفاده از جذابیت جنسی زنان و مبالغه و نبود منطق روایی مؤلفه‌های کلی آن را تشکیل میداد. اما شاید بتوان نقطه اوج سینمای فیلم فارسی را در سال 1344 و فیلم گنج قارون دانست. گنج قارون ساخته سیامک یاسمی نخستین فیلم ایرانی بود که به فروش میلیونی رسید و همچنان هم در جدول پرفروش‌های تاریخ سینمای ایران قرار دارد. فیلمی با بازی فردین و فروزان که نگاهی ساده و سرخوش به زندگی دارد و تماشاگرانش رو برای سالها راضی نگه داشت. گنج قارون به سینمای ایران رونق زیادی داد و سینمای بدنه و عامه پسند ایران رو تثبیت کرد، تا جایی که در سالهای بعد به ندرت تهیه کنندگان علاقه به سرمایه گذاری در فیلمهایی در سبکهای دیگر داشتند. سینمای عامه پسند یا فیلم فارسی تا پیش از انقلاب پرقدرت به حیات خود ادامه داد. اما بسیاری بر این باورند که گرچه فیلم فارسی چرخ اقتصاد سینما را به خوبی میچرخاند، ولی بسیاری از هنرمندان و آثار سینمایی هنرمندانه هم با همین چرخ به زیر گرفته شدند. اما خودش